7 نویبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهرک بستان قلعه ناحیه کوشانیونی ولایت خلطان مرکز تشخیصی و طبابتی و برقرارسازی بیماری های عصب را مورد بهره برداری قرار دادند. در مرکز تشخیصی و طبابتی و برقرارسازی بیماری های عصب 30 نفر از جمله 10 طبیب، 12 کارمند میانه طبی و 8 کارمند یاری رسان به کار جلب گردیدند. با فعالیت آغاز کردن مرکز تشخیصی و طبابتی و برقرارسازی بیماری های عصب، اهالی امکان دارند که برای تشخیص و طبابت به خرج مبلغ زیاد و صرف وقت در نزد خانه های خود از خدمت رسانی های آن استفاده برند. 7 نویبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهرک بستان قلعه ناحیه کوشانیونی ولایت خطلان مرکز تشخیصی و طبابتی و برقرارسازی بیماری های عصب را مورد بهره برداری قرار دادند. مرکز تشخیصی و طبابتی اویسنا در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکار محلی رسول جان اشرف بنیاد شده، در آن شرایط معاصر تشخیص و طبابت برای اهالی ناحیه فراهم آورده شده است. طوری به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند، کارهای ساختمانی در این انشاءات ساحه تندرستی که از 3 آشیانه و تخانه عبارت می باشد سال 2021 آغاز گردیده با طرح معاصر معماری بنیاد شده است. با تشبس و دستگیری های به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ساحه تندرستی در جمهوری تاجیکستان رشد کرده استاد است. ما نیز در همین زمینه تصمیم گرفتیم که همخیل بینایی مرکز تشخیصی و طبابتی برقرار کنی بیماری عصب ساخته و مورد استفاده قرار دهیم. مقصد ساختن این مرکز برای مردم طبابت درست گرفتن امید مرکز ساخته شد. این مرکز در برای برقرار کنی بیماری عصب طبابت خوب میگیرند. تجهیزات های زمانوی داریم برای مردم سرگردان نشدن دیگر شهر و ناحیه ها پیش خانه شونده طبابت درست میگیرند. کوشش میکنیم که در آینده کم ترم باشد سم خود رو در رشد کشور خیش گذاریم. در مرکز تشخیصی و طبابتی و برقرارسازی بیماری های عصب 30 نفر از جمله 10 طبیب، 12 کارمند میانه طبی و 8 کارمند یاری رسان به کار جلب گردیدند. برای فعالیت پرثمر مرکز با مبلغ 3 میلیون سومانی تجهیزات معاصر طبی خریداری و نصب کرده شده است. در تخانه انشاءات داروخانه، حجره تشخیص رنتگنی رقمی و دیگر حجره های یاری رسان جایگیر شده است. در آشیانه یکمی بینا با مقصد پیشنهاد خدمت رسانی با صفت طبی به نیازمندان، حجره های قبول بیماران، معاینه و ثبت برقی دل، تشخیص اولتراصدایی، معاینه ثبت مغز سر و حجره رخصتی بیماران جایگیر می باشد. در آشیانه دویم و سیوم حجره های طبابتی جایگیر گردیده، در آن برای بیماران شرایط مساعد فراهم آورده شده است. مرکز همچنین دارای 3 کتی خواب است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با شرایط و امکانات این مؤسسه طبی با کارهای ساختمانی و شرایط فراهم گردیده بهای بلند دادند. در آینده با استفاده از امکانات این مرکز با جلب متخصصان سطح منطقه و جمهوریوی معاینه و طبابت مرکب سکته معاینه سر و دیگر اصول های معاینه، تشخیص و طبابت بیماری های گوناگون عصب به راه مانده می شود. با آغاز گردیدن فعالیت مرکز تشخیصی و طبابتی و برقرارسازی بیماری های عصب، اهالی امکان دارند که برای تشخیص و طبابت به خرج مبلغ زیاد و صرفه وقت در نزد خانه های خود از خدمت رسانی آن استفاده برند.